تصویب 65مین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد با آراء 85 کشور جهان. مریم رجوی: پرونده نقض حقوق بشر در ایران باید به شورای امنیت ارجاع شود. سردمداران استبداد مذهبی در ایران باید به خاطر قتل عام زندانیان سیاسی محاکمه شوند. واکنش پرغیظ و کین نماینده رژیم قبل از رأی گیری نسبت به کارزار مقاومت ایران برای افشای جنایات رژیم. نماینده آخوندها با اشاره به هلاکت 17,000 از مهره‌ها و مزدوران رژیم. از اعضای این فرقه تروریستی شناخته شده در عالی‌ترین سطوح سیاسی در واشنگتن برای فشار بر نظام ایران پذیرایی گرم می‌شود. روز پنجشنبه 24 آبان ماه 1397 اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک 65مین قطعنامه محکومیت دیکتاتوری آخوندی از سوی ارگانهای ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر و اعدامهای وحشیانه را به رغم تمامی تشبثات این رژیم ضد بشری و همدستان و حامیانش با 85 رأی موافق به تصویب رساند. The draft resolution is thereby adopted. قطعنامه مسبب کمیته سوم مجمع عمومی نقض حقوق اولیه انسانی و آزادی‌های اساسی، شمار بالای اعدام‌ها و به ویژه اعدام نوجوانان و همچنین شکنجه و رفتار بیرحمانه در زندان‌ها در عمل و در قوانین فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را محکوم کرده است. در قطعنامه مسبب کمیته سوم مجمع عمومی که توسط کانادا و با حمایت 43 کشور دیگر ارائه و تصویب شد، جامعه بین‌المللی نگرانی جدی خود را نسبت به تعداد بالای مجازات اعدام توسط حکومت آخوندی، از جمله مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی و اعدام بر اساس اعترافات اجباری را که با نقض قوانین بین المللی صورت می گیرد، ابراز کرده و خواستار لغو اعدام های وحشیانه در ملأ عام شده است. قطعنامه همچنین از رژیم می‌خواهد چه در قانون و چه در عمل هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت‌آمیز قرار نگیرد، از جمله استفاده از این عمل برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی را متوقف کند و در قانون و در عمل تضمین‌های رویه‌ای برای اطمینان از استانداردهای دادرسی عادلانه را حفظ کند. قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد به موارد قتل بازداشت شدگان در زندان‌ها و استفاده مفرط از زور و قهر علیه معترضان اشاره می‌کند و دیکتاتوری آخوندی را به آزاد کردن کسانی که به خاطر استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بازداشت شده‌اند، از جمله کسانی که تنها به خاطر شرکت در اعتراضات دستگیر شده‌اند، فرا می‌خواند. این قطعنامه همچنین رژیم را به رسیدگی به شرایط بد زندان‌ها و توقف محروم کردن عمدی زندانیان از دسترسی به درمان پزشکی مکفی فرا می‌خواند و خواهان پایان بخشیدن به محدودیت‌های گسترده و جدی در مورد حق آزادی عقیده و بیان و حق آزادی اجتماعات و توقف آزار و اذیت و ارعاب مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر
مدافعان حقوق اقلیت‌ها و زنان، رهبران کارگری، مدافعان حقوق دانشجویان، فعالان محیط زیست، دانشگاهیان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران، بلاگرها و کاربران رسانه‌های اجتماعی می‌شود. در این قطعنامه لزوم از بین بردن تمامی اشکال تبعیض و سایر نقص‌های حقوق بشر علیه زنان ایران و افراد متعلق به اقلیت‌ها در قانون و در عمل مورد تأکید قرار گرفته است. در بخش پایانی قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، ضمن تأکید بر لزوم بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران تحت حاکمیت آخوندها آمده است، مجمع عمومی تصمیم دارد تا بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را در جلسه 74 خود در سال آینده ادامه دهد.